حتی مردم، دختران و پسران خردسال ما ببینید چگونه دستشون رو درست نمی کنن، هنرشون میفروشه. ولی تو غیرتت کجا رفته که هنرمندا رو قد بدونی؟ همه که اون هنرمندای بزرگه که نابود کردید و رفتن و خندیدید وقتی مردان، رفتین تابوتشون رو گرفتی. آره بچه ها عاشق زاره بتونی که با جفا بلکه نوزشن میگن که با دلم سایه از خونوز جنگی میکن شما همیشه حرفا رو ببینین که چی گفته میشه، نه که ببینین چی میگه. چون همونطور بهتون گفتم اینقدر دیگه تبلیغات منفی علیه همه شده، خصوصا اینا که منفی هم هستن اصلا دیگه بعد از بدتر، که تو وقتی یارو حرف میزنه میشه که آقا داره حرف میزنه، یه کسی که مسئوله توی این مملکت بوده داره حرف میزنه، حرفشو که باید گوش کنی، بعد میره روش کار کنی، عمل کنی، نه اینکه بگی چون منفوره این حرفی هم که داره میزنه حرفش منفوره. اداره اطلاعات درونی رو بهتون میده، این توضیح داشته باشید. مثل احمدی نژاد میخوام بهتون بگم، احمدی نژاد تو خواب هفتم نمیدید که اصلا رئیس جمهور میشه، شهردار اینا شده بود، ولی رئیس جمهور که شد سه چهار نفر خبر دارن، سه چهار پنج نفر خبر دارن، از جمله همین آقای علی اکبر جمال فکر هست که باش مصاحبه میکنه چون بهش گفته شده و دو سه تا دیگه که اصلا ناهوا اومد، وگرنه خامنه ای با موسوی ساخته بود هفت تا وزارتخونه رو گرفته و قرار بود رئیس جمهور بشه، بعد بازی یه جور دیگه عوض شد. یا رو نمیخوام وارد بحث بشم که شد، و هدفم شاید این بود که این میشه مردم بیشتر، دنیا بیشتر بفهمن، بیان این نظام رو ساقط کنن. اما با همینا 8 سال طرف حکومت کرد. حالا اینا همه رو ول کنین، ببینید این حرفی که میزنه خیلی مهمه، چون این حرفش، همین حرف موجب شد که در ایران وزارت بهداشتش تحول یک فوه. این سعید نمکی که خودش نمکیه و تو وابسته به استعمار جهانیه دیگه، صحبت زیاد کردیم توی همین باند گرگ سایروسه، وقتی احمدی نژاد این افشاگری رو کرد، گوش کنین افشاگری شده، باید این دوره آزمایش بالینیش بگذرونه، این داروها وارد ایران شده و داره رو مردم آزمایش شده. این هم یکی از نگرانی هست. متاسفانه مقاماتی بودن که در یه پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی یه سری داروها رو اونا میخواستن آزمایش کنن. اون مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا 11,000 نمونه حاضر شدن آزمایش کنن رو مردمشون، 3,500ش در ایران اتفاق افتاد. و من شاید اونی که مسئول بوده قرارداد بسه پول گرفته. خب آخه الان آدم چطور میتونه اینو هضم کنه؟ جان مردم ما، خب یه چیزی که خودشون میگن هیچ اثری نداره، میخوان تازه آزمایش کنن، شو بری ایران آزمایش کنی؟ بعد قرارداد ببندی به عنوان کار تحقیقاتی پول بگیری، اطلاعات مردم ما رو بگیری به اونا بدی، یه دارویی رو تجویز بکنی، بعد پول بگیری بابتش؟ اومد سعید نمکی، معاونای اولش استعفا دادن، هاشمی و یک عده دیگه استعفا دادن، کلی در حد مدیر کلا استعفا دادن چون وضعش خطرناک شده، فکر کردن که الان میان میگیرنش. آقا پول گرفتن اومدن مردم ما رو کردن موش آزمایشگاهی، پول گرفتن مردم ما رو کردن موش آزمایشگاهی. این بزرگتر بدبختی برای مملکته. این سعید نمکی میگه از سرسپردهای استعمار تو مملکت، چون با این خانم ابتکار، معصوم ابتکار که عضو سفارت بود، گروگانگیرها، بعد گروگانگیرها میدونن همشون در اکثرشون در استخدام امریکا و استعمار قرار گرفتن، این مدتی با اون بود، از طریق اون وارد همین فاز گرگ سایروسا شد و نوکره، اصلا نوکره بهداشت جهانی رو هم که بهتون گفتن که رئیسش که رئیس بهداشت جهانی که نام نوچه واستن دیگه کیه. خب این حرف رو زد. حالا غیر از اون، آقا یه وکیل مجلسشون، یه وکیل مجلسه، ما نیستیم دیگه،
اپوزیسیون اپوزیسیون وکیل مجلس میگه این مملکت نفتش و بودجهش نمیدونیم کجا میره، بودجه کلان مال شرکت نفته، اصلا هیچ کس میگن به ما که سه نفر توی مملکت یعنی رهبر، رئیس جمهور و قوه مقننه‌شون مثلا میگن خبر داره، میگه من قسم از تباس میگم که اونام خبر ندارن، فقط خود انگلیس همچنان خبر داره، چون نفت ما و مملکت ما همچنان دست استعمار، استعمار رنگارنگ. حرف اینم خیلی جالبه. امسال ما حالا امسال صحبت کنیم تقریبا 2000 میلیارد تومان 570 هزار میلیارد تومان این بودجه عمومی دولته، ما بقی این که تقریبا میشه حدود 1450 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتیه. هیچ نظارتی بر این بخش نیست. یعنی همه دعواهای ما در مجلس و در دولت سر یک سوم بودجه است. این نکته اول. پس سه چهارم بودجه که متعلق به شرکت‌های دولتی است ما نظارتی برش نداریم. تو اون 1500 میلیارد تقریبا 85 درصد اون 1500 میلیارد بودجه مال 5 شرکته. یکی از این شرکت ها و بزرگترین شرکت ملی نفته. 900 هزار میلیارد بودجه شرکت نفته. کل بودجه چقدر بود؟ 2000 هزار میلیارد. از 1500 هزار شرکت های خصوصی 900 ما شرکت نفته. هیچ کس در این کشور به شما نخواهد گفت درآمد شرکت ملی نفت چقدر. ما سه ماه در مجلس داریم سوال میکنیم، وزیر نفت اومده در صحن، سوال کردیم جواب نگرفتیم، گفتیم بذاریم در یه جمع خصوصی تر تو کمیسیون اومدن، گفتیم آقای وزیر ما بینید این درآمد شرکت ملی نفت، این ما نفهمیدیم درآمد شرکت ملی نفت چقدره، گفتن اینا اسناد طبقه بندی است، ما فقط به 2-3 نفر در کشور میگیم و من حاضرم سوگند بخورم که اون 2-3 نفرم در کشور نمیدونن دقیقاً شرکت ملی نفت چقدر. که این چنین حرفایی از مردم بی بخار، دولت مردان همه مزدور و ضد میهن، جا داره که این یارو مرتیکه آخونده مثل اینا بیان بگن این حرفای روی کرونا مرونا؟ آقا خیلی جالبه، اکثر این آخوندهایی که ازشون ما تصویر و صدا داشتیم که میگفتن آقا بنفشه به ما تحتتون بکنین و تربت علی و حسین اینا رو بخورین خوب میشین، خودشون کار نگرفتن بردن، از جمله یارو متکی پفیزه آخونده، اینا رو باید تو کوچه خیابون ببینین بزنین تو گوش نرین پای من برای اینا بشینین ببینید. 3 روز هر 6 ساعت یک بار مثل آنتیبیوتیک، هر 8 ساعت یک بار یه ذره به اندازه یه 1/5 عدس تربت امام حسین بخورید، نه یه بار بخورید، مثل آنتیبیوتیک 3 روز 4 روز هر 6 ساعت یه بار یه ذره تربت بخورید، اگه خوب نشدید من لعنت کنم. خوب ببینید مهمانیاران، این همان حیوانی است که میگفت تربت بخورید. کل روحانیت انگلیس برامون ساخته، کل روحانیت هیچ ربطی به خدا و پیغمبر نداره. خودت زحمت کشیدی، وای وای آرام آرام دست درد نکنه، آرام آرام احسن ممنونت احسن بسه و آرام دوست نه آمایست نه اصلا سلامات فقط سلامات زک آروم بشرخید آخه اینا اینن وقتی که هستن ما رو میکشن، آدم کشن، 14 قرن کشته، با افتخارم میگه، با افتخار میگه که باید دست و پا و اینا رو قطع کنیم و بعدم اینا رو چه کنیم 100 هزار تا 10 هزار تا بکشیم، اشکال نداره. محمدش با علیش نصف روز 700 800 یا 1000 خورده آدم رو کشتن، بنی قریظه رو قتل کردن، زدن انداختن، گردن زدن انداختن، گوسفند وجود نمی کشن. این هم صراحتا داره میگه وقت شما میذارین اینا تو مملکتتون باشن به شما حکومت بکنن فرمان بدن، شما چه کاری تو مملکت؟ همه تون ادم، اونی که اصله دستشه، تو چرا از اینا نگهبانی میکنی؟ کیان اینا؟ گوش کن خجالت نمیکشین؟ شنیدنی این در مجمع البیان المیزان، برید ببینید دیگه، من از خود که نمیگم. بله. اینا رو گرفتن، دست راستشان را بریدند، پایش چپشان را بریدند، یک بلا فاصله چشمشان را درآوردند، بعد کشتند. این میگن زجر کش. بس قتلو معناش روشن شد، نه قتلو. آیش
میگه مجازات این تیپ افراد کلان در چنگ